شکر برای وجودتون، شکر برای خداوند برای یک روز دیگه، برای اینکه خداوند اجازه داد که من بتونم اینجا در خدمت شما باشم و اجازه بدید که روزمون و این موعظه روزمون رو با دعا شروع کنیم. برای خداوندم، خداوندم شکرگزار تو هستیم برای این روز، برای این لحظه. خداوندم شکرگزار تو هستیم برای کار عظیمی که تو بر روی صلیب برای ما انجام دادی. خداوندم می‌طلبیم که امروز خداوندم روح قدوس تو ما را هدایت کنه خداوندم، که اون چیزی که تو نیاز داری رو خداوندم از کلام تو خداوندم ما برداشت کنیم، در قلب ها و در ذهن خودمون بکاریم خداوندم، و همچون خداوندم فرزندان نیکویی باشیم برای تو، در نام خود آمین. خدا رو شکر بکنم برای امروز، برای این محبتی که به من داد که من بتونم امروز در خدمت شما باشم. توی هفته‌های گذشته زمانی که داشتم دعا می‌کردم که خداوند چه چیزی ها میخواد که من امروز با شما در میون بذارم و خداوند به مورد چه چیزی میخواد با ما امروز صحبت کنه، و من هیچ دیدگاهی نداشتم، هیچ اصلا نمیدونستم که امروز یا دیروز ولنتاین بوده، و چیز زیبایی که بود دقیقاً چیزی که خداوند توی قلب من گذاشت این بود که ما در مورد همین، در مورد عشق صحبت کنیم، در مورد محبت صحبت کنیم. نمیدونم، شاید خیلی از مسیحا بدونن که معنی محبت خداوند یا اون محبت آگاپه چه معنی داره و چه مفهومی داره، ولی این چیزی که خداوند توی قلب من گذاشت این بود که من بتونم در مورد آگاپه، یعنی اون محبت کامل خداوند، امروز با شما صحبت کنم. و چیز جالبی این بود که ولنتاین یه جورایی میگن روز عشقه، روز محبته، و هیچ محبتی به نظر من بالاتر از این نیست برای ما که عیسی مسیح رو میشناسیم، برای اینکه ما در خداوند رشد کردیم، در خداوند آشنا شدیم با خداوند، این بود که خداوند تمام عشق، محبت خودش رو به ما نشون داد از طریق کاری که عیسی مسیح برای صلیب برای گناهان من و شما انجام داد، کاری که خداوند کرد. همون آیه معروفی که همه مسیحا اونو میشناسن توی یوحنا 3:16 که خداوند جهانیان را انقدر محبت کرد که فرزند یگانه خودش را داد برای من، برای شما، که اگر به اون ایمان بیاریم هلاک نشویم بلکه زندگی جاودان پیدا کنیم. آمین. و چیزی که خداوند توی قلب من گذاشت در مورد اون محبت آگاپه است، ما به عنوان انسان‌ها ما محبت رو می‌دونیم، همه انسان‌ها می‌دونن محبت چیه، محبتی که بین پدر و فرزندش هست، محبتی که بین مادر و فرزند، محبتی که بین ما و دوستان خودمون هست، این یه محبتیه که همه ما اون رو می‌شناسیم و با اون آشنا هستیم. ولی امروز چیزی که خداوند توی قلب من گذاشت که در موردش صحبت کنیم در مورد محبت آگاپه است. محبت آگاپه محبتیه که از ذات خداوند میاد، یعنی محبت کامل خداوند نسبت به من و شما، و این محبت چیزی نیست که ما بتونیم درون انسانها پیداش کنیم، این چیزیه که یک خصوصیت کامل و بارز خدای زنده ما، یعنی یهوه است. و ما بارها و بارها میبینیم که خداوند چطور انسانها رو محبت میکنه، خداوند چطور سمت ما اومد، ما رو با خودش آشنا کرد و اجازه داد که من و شما در محبت خداوند باشیم. شاید بارها و بارها شنیده باشی در مورد محبت آگاپه، ولی امروز چیزی که خداوند توی قلب من گذاشت این بود که این محبتی که محبت آگاپه است چی هست، چطور هست، آیا من و شما به عنوان فرزندان خداوند یا حتی کسایی که خداوند رو نمیشناسه، آیا ما هم این محبت آگاپه رو داریم یا نداریم، اگر نداریم چی هست، چطور میتونیم به اون دست پیدا کنیم. و میخوام که از کلام خداوند بخونیم و بعد بیشتر و بیشتر در موردش صحبت کنیم. یک آیه‌ای که خداوند توی قلبم گذاشت این بود که محبت کامل و آگاپه خداوند را برای من و شما نشون میده و به ما میگه که محبت آگاپه چی هست. و یک خبری که چیزی که من خوندم و خبری که من میخوام امروز به شما بدم اینه که من و شما به عنوان فرزندان خداوند هم میتونیم این محبت آگاپه رو داشته باشیم. محبت آگاپه محبتیه که از ذات خداوند میاد، و من و شما الان توی آیه اول یوحنا 4:7 با هم دیگه اینو میخونیم و ببینیم که خداوند چه چیزی رو برای من و شما امروز در نظر داره و میخواد که من و شما امروز چه چیزی رو از خداوند یاد بگیریم. توی اول یوحنا باب 4 آیه 7 اینطور میخونیم: ای عزیزان، یک دیگر را محبت کنیم، زیرا محبت از خداست و هر که محبت می کند از خدا مولود شده است و خدا را می شناسد. آمین. خداوند ما خداوند محبته. اینجا داریم میگه که ما
کسایی که به عیسی مسیح ایمان آوردیم، کسایی که روح قدوس خداوند رو دریافت کردیم، از خداوند مولود شدیم، از متولد شدیم دوباره، و این محبتیه که ما از خداوند گرفتیم. عزیزان، در اول پیدایش زمانی که میخونیم خداوند انسان را به شباهت خودش آفرید، شباهت جسمی رو ما احساس کنیم که ما به شباهت خداوند آفریده شدیم، و اینجا داریم میخونیم که میگه زمانی که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم از خداوند مولود میشیم و این محبت آگاپه خداوند در قلبهای ما میاد، در زندگیهای ما میاد، و روح قدوس خداوند به من و شما نشون میده که این محبت آگاپه یک نشانه ایه که باید من و شما داشته باشیم. خیلی وقتها شاید من و شما توی مدت‌های زندگیمون، حتی زمانی که ایمان نداشتیم به عیسی مسیح، با خیلی از مسیحی‌ها آشنا شدیم، با خیلی از اونها در ارتباط بودیم، و زمانی که شهادت عزیزان رو می‌بینیم میگیم زمانی که می‌دیدم یک مسیحی اینطور بدون هیچ چشم داشتی محبت می‌کرد، این قلب منو رمز کرد، و اون کاری که اون عزیز انجام داده، اون محبت آگاپه‌ایه که خداوند در قلب ما گذاشته که ما به دیگران انتقالش بدیم. خیلی وقتا ما این آیه ها رو شنیدیم که من و شما نور و نمک این جهان هستیم. چطور من و شما میتونیم نور و نمک این جهان باشیم؟ زمانی که به عیسی مسیح ایمان آوردیم، زمانی که روح قدوس خداوند اومد وارد زندگی های ما شد، این محبت آگاپه خداوند، همین چیزی که الان خوندیم، از خداوند دوباره مولود شدیم، متولد شدیم، این محبت در زندگی های من و شما جاری میشه، و از این طریق زمانی که ما این محبت رو به دیگران انتقالش میدیم، اون موقع است که من و شما میتونیم نور و نمک این دنیا باشیم، میتونیم به دیگران نشون بدیم، نه فقط اون محبت برادرانه، نه فقط اون محبت دوستانه که بین دوستان هست، بین خانواده ها هست، بلکه اون محبتی که از ذات خود خداوند میاد و از ما بیرون میزنه، و این چیزیه که من و شما میتونیم به کل جهان نشون بدیم، به همه انسان ها نشون بدیم که من فرزند خداوند هستم و از خداوند مولود شدم، و این محبتی که از من هست نه از خود من، نه از قدرت من، بلکه از روح قدوس خداوند میاد، و این اون محبت آگاپه خداونده که من و شما میتونیم به این دنیا نشونش بدیم، میتونیم به اطرافیانش نشون، به اطرافیان خودمون نشونش بدیم. شاید خیلی وقتا سخت باشه، شاید خیلی وقتا ما به اینها فکر کنیم که خب من نمیتونم به یک سری محبت کنم، چون مثلا در حق من بدی کردن، چون مثلا پشت سر من حرف زدن، خیلی ساده بگم. ولی چیزی که الان میریم و دو آیه های بعدی میخونیم اینه که این خداوند میخواد به من و شما یاد بده، من و شما رو رشد بده که ما بتونیم اون محبت آگاپه خداوند، اون محبت کامل خداوند رو اول در خودمون و بعد از ما انتقالش بدیم به دیگران، که دیگران بدونن که من و تو، تو یک عزیزی که در خداوند مولود شدی، اون محبت آگاپه را داری و فرزند خداوند هستی. آمین. میریم آیه بعدی رو با هم مرور میکنیم، آیه اول قرنتیان باب 13 آیه 4-8. این آیه رو من واقعا خیلی دوستش دارم. من یه شهادتی دارم در مورد این آیه هایی که الان براتون میخونم و واقعا خیلی دوست دارم این آیه رو. آیه ها رو اول باهاتون میخونم و بعد بهتون میگم که محبت آگاپه خداوند، اگر میخوایم بدونیم محبت آگاپه خداوند چی هست، محبت کامل خداوند چی هست، و ما چطور میتونیم این محبت خداوند رو دریافت کنیم و به دیگران انتقالش بدیم. اینجا در مورد محبت میگه که محبت چی هست، ولی موضوعاتی که ما اینجا میخونیم، این آیه هایی که الان میخونیم، این دقیقاً همون محبت آگاپه خداونده که خداوند چطور همه انسان ها رو دوست داره. من آیه ها رو براتون میخونم. محبت بردبار و مهربان است، محبت حسد نمیبرد، محبت فخ نمیفروشد و کبر و غرور ندارد، رفتار ناشایسته ندارد و نفع خود را نمیجوید، به آسانی خشمگین نمیشود و کینه به دل نمیگیرد، محبت از بدی مسرور نمیشود اما با حقیقت شادی میکند، محبت با همه چیز مدارا میکند، همواره ایمان دارد، همیشه امیدوار است و در همه حال پایداری میکند، محبت هرگز پایان نمیپذیرد اما نبوت ها از میان خواهد رفت و زبان ها پایان خواهد پذیرفت و معرفت زایل خواهد شد. آمین. این دقیقا اون محبت آگاپه خداونده.
حسد نداره، بردباره، مهربانه. چقدر زمانی که من و شما ایمان نداشتیم، چقدر خداوند برای من و شما ایستاد. خداوند ایستاد تا من و شما بتونیم عیسی مسیح رو بشناسیم و این بردباری خداوند رو نشون میده. این محبت آگاپه‌ای که خداوند من و شما، خداوند ما یهوه داره رو داره به ما نشون میده. شهادتی که من از این آیه دارم، من یادم میاد زمانی که با یک پاستوری داشتم صحبت میکردم، خب اوایل ایمانم بود و یه چیزی که توی ذهنم بود، خب میگم خب الان من مسیحی شدم، چطوری من باید رفتار کنم، چطوری من باید به عنوان اینکه یک مسیحی هستم باید این مسیحی بودنم رو، این چیزی که در درون من هست رو به دیگران نشون بدم. و اون عزیز، اون پاستور عزیز، این آیه ها رو برای من خوند و زمانی که این آیه ها رو خوندم گفت خب حالا همه این آیه ها رو خوندی، الان اسم خودت رو بذار جای کلمه محبت، اون هر جایی که محبت نوشته اسم خودت رو اونجا بذار و بعد اون آیه ها رو دوباره بخون. ولی هر جایی اسم محبت بود اسم خودت رو بذار، ببین آیا واقعا این خصوصیاتی که اینجا نوشته به خصوصیاتی که تو داری میخوره یا نمیخوره. زمانی که این آیه رو خوندم خیلی اصلا دپرس شدم، خیلی ناراحت شدم، چون خیلی هاش به من نمیخورد. شایدم هنوزم که هنوز هست توی بعضی مواردش مشکل داشته باشم، ولی این چیزی که این عزیز به من یاد داد و امروز میخوام به شما انتقالش بدم اینه که من و شما آماده شدیم، متولد شدیم که واقعا از عیسی مسیح یک الگو بگیریم و زندگی‌های خودمون رو نزدیک کنیم به اون محبت آگاپه خداوند. و این آیه ها واقعا میتونه به من و شما کمک کنه که آیا من برای خودم توی خلوت خودم امروز بخونم این آیه ها رو و اسم خودم رو بذارم، بگم آیا واقعا نیما بردبار و مهربان هست؟ اگر نیست پس برم روی زانوهای خودم و از خداوند بخشنده خودم بخوام که خداوند این محبتش رو در قلب من بنشونه. تا زمانی که اینطوری نشه من چطور میتونم محبت رو به دیگران انتقالش بدم؟ پس نیازه که اول من بتونم این محبت خداوند، این محبت آگاپه رو توی قلب خودم، توی افکار خودم نگهش دارم، درکش کنم، متوجه اون بشم که خداوند، خدای زنده چه کاری برای من انجام داده و بعد من بتونم اونو انتقالش بدم به دیگران. ولی این آیه ها داره یه چیزایی رو به من و شما یاد میده که چطور ما میتونیم اون محبتمون رو، اون محبتی که روح قدوس خداوند در قلب‌های من و شما گذاشته رو درکش کنیم و به دیگران انتقالش بدیم. و این واقعاً آیه‌ای هست که باعث رشد روحانی من و شما میشه، باعث این میشه که دیگران اگر هر جایی که هستیم، فرقی نمی‌کنه، توی کلیسا، توی خونه، توی محیط کارمون هستیم، چطور دیگران متوجه بشن که محبتی که من و شما داریم و محبتی که توی این دنیا هست فرق میکنه. و این خصوصیات و این چیزایی که خداوند داره به من و شما میگه، این خصوصیاتی که من و شما باید اونها رو دریافتش کنیم و از طریق ما به دیگران انتقالش بدیم که بدونن که من و شما به کی ایمان داریم، به عیسی مسیح، به کسی که حقی که هنوز من و شما اونو نمیشناختیم، اون جون خودش رو روی صلیب داد به خاطر گناهان من و شما، به خاطر اینکه من و شما الان توی ملکوت خداوند بیستیم، برای اینکه من و شما ایمان داشته باشیم به این آیه که توی اول یوحنا خوندیم که من و شما از خداوند دوباره مولود شدیم، متولد شدیم و ما امروز فرزندان خداوند هستیم. آمین. بریم آیه بعدی رو با هم بخونیم، توی متی 5:44-48. اونجا عیسی مسیح زمانی که موعظه سرکور رو انجام میده با شاگردان خودش و کسایی که اونجا بودن صحبت میکنه در مورد یک دید دیگه نسبت به محبت. شاید محبتی که من و شما تا الان اون رو دیدیم محبتی بوده که خب من محبت دارم، من به دوستان خودم، به رفیقایی که دارم محبت میکنم، به اعضای خانواده‌ام محبت میکنم. این محبت هست، این محبتی هست که همه اون رو میشناسن و محبتی هست که بین همه انسان‌ها هست. همه انسان‌ها با دوستای خودشون با محبتن، با خانواده خودشون با محبت رفتار میکنن. ولی اینجا عیسی مسیح میاد محبت، اون محبت آگاپه خداوند رو توی یک بُعد خیلی بزرگتری به من و شما نشون میده. و این آیه ها رو با هم میخونیم ببینیم عیسی مسیح اینجا در مورد محبت آگاپه خداوند چه چیزی رو امروز میخواد به من و شما یاد بده. توی متی 5 آیه های 44-48 اما من به شما میگویم دشمنان خود را محبت نمایید و برای آنان که به شما آزار میرسانند دعای خیر کنید تا پدر خود که در آسمان است فرزندان باشید، زیرا او آفتاب خود را بر بدان و بر نیکان میتاباند، باران خود را بر پارسایان و بدکاران میباراند.
اگر تنها آنان را محبت کنیم که شما را محبت میکنند چه پاداشی خواهید داشت؟ آیا حتی خراجگیران چنین نمی کنند؟ و اگر تنها برادران خود را سلام گویید چه برتری بر دیگران دارید؟ مگر حتی اقوام بت‌پرست چنین نمی کنند؟ پس شما کامل باشید چنان که پدر آسمانی شما کامل است. آمین. این چیزیه که من و شما باید دریافتش کنیم، این محبت آگاپه خداونده که عیسی مسیح اینجا میاد اینو بازش میکنه، به طور کامل داره به من و شما نشون میده. من و شما ایمان آوردیم به عیسی مسیح، اگر هنوز ایمان نیاوردی عیسی مسیح، میتونم این مژده رو بهتون بدم، خداوند یهوه شما رو دوست داره و میخواد که شما رو به عنوان فرزندان در آغوش خودش بگیره، و این چیزیه که شما با ایمان به عیسی مسیح میتونید اونو دریافتش کنید. چیزی که عیسی مسیح اینجا داره به من و شما یاد میده، به دشمن خودت هم حتی محبت کن. این محبت بالاتر از اون محبت چیزیه که ما توی این دنیا میبینیم. شاید من و شما توی این دنیا محبت دوستانه رو تجربهش کرده باشیم، تا حالا دیده باشیم، ولی امروز خداوند میخواد به من و شما بگه، شمایی که به عیسی مسیح ایمان آوردید، شما مولود شدید از خداوند، و این یک خصوصیت برای من و شما که محبت آگاپه خداوند رو دریافت و به دیگران انتقالش بدیم، حتی به دشمنان خودمون. یک مطلبی رو میخوندم خیلی برام واقعا زیبا و جذاب بود و میخوام اونو با شما در میون بذارم. یک موضوعی هست که توی کتاب مقدس، زمانی که ما کتاب مقدس رو میخونیم، شاید به این برخوردیم که به دیگران محبت کن، به پدر و مادر خودت نیکی کن، به پدر و مادر خودت محبت کن. یه چیزی فراتر از اون محبت این دنیاییه. زمانی که من با یه شخصی صحبت کنیم، امروز میخوام به کسای این پیام رو برسونم که فکر میکنن که با آدمایی که دور و برشون هستن مشکل دارن، نفرت دارن از اونا، دشمنی دارن با اونا. شاید یک برادری در کنار توه، شاید یک دوستی در کنار توه. من امروز اینو میخوام بگم، اگر تو با اون دوستت مشکل داری، اگر ازش خشم داری، اگر ازش نفرت داری، اگر باهاش مشکل داری، دوستش داشته باش. شاید فکر کنی که پیش خودت بگی که نه، این دوست اصلا من نمیخوام دور و بر من باشه، اصلا نمیخوام ببینمش. اون دوست قراره بیاد، فکر کن اون دوستی که تو ازش مشکل داری، اصلا فکر کن خیلی با هم دعوا دارید، شاید فکر میکنی که پشت سرت حرف زده، شاید فکر میکنی که اصلا نسبت به تو خشم کینه داره، نمیخوای این کار رو انجام بدی. یه جایی عیسی مسیح میگه، میگه حتی همسایه خودت رو محبت کن. شاید اون شخصی که تو ازش نفرت داری میاد همسایه تو میشه، توی همسایگی توی خونه اجاره میکنه و میشه همسایه تو. پس آیه کتاب مقدس داره میگه، میگه حتی به همسایه خود محبت کنی. پیش خودت چه اینطوری فکر کنی، انقدر از این شخص تو نفرت داشته باشی که نمیخوای حتی اون تو همسایگی تو باشه، فکر کنی اصلا نمیخواد تو همسایگی تو باشه. شاید پیش خودت فکر کنی که ازش نفرت داری، ازش خشم داری، ازش ناراحتی. ولی یه چیز دیگه، آیه‌ای که الان خوندیم، شاید فکر میکنی که اون شخص نه دوست تو بلکه دشمن توه، فکر میکنی واقعا نمیتونی تحملش کنی، به چشم دشمن بهش نگاه میکنی. عیسی مسیح الان داره به من و شما میگه حتی به دشمنان خودتون هم محبت کنید. خیلی سخت میشه، ولی این چیزی که هست، این محبت آگاپه خداونده، این چیزیه که خداوند من و تو، خداوند زنده برای من و تو میخواد که به دیگران محبت کنیم، حتی به دشمنانمون. شاید فکر کنی سخت باشه، هیچ جای دنیایی ندیدیم که کسی بیاد واقعا اینطوری بگه که به دشمن خودت هم حتی محبت کن، ولی این محبت که به دشمن خودت محبت کنی، به همسایه خودت محبت کنی، به اطرافیان خودت محبت کنی، این محبت محبت آگاپه خداوند، محبت کامل خداونده. همونطور که تو آیه اول خوندیم، من و شما زمانی که ایمان آوردیم به عیسی مسیح، تولدی نو دریافت کردیم، از خداوند مولود شدیم، و امروز من و شما مولود شدیم از خداوندمون، و خداوند میخواد برای من و شما، میخواد که این خداوند آگاپه محبتش رو دریافت کنیم و به دیگران انتقالش بدیم. این پیامیه که واقعا خداوند توی قلب من گذاشته که من بتونم با شما عزیزان در میون بذارم. عزیزای دلم، خیلی وقتها توی کلام خوندیم همونطوری که گفتم که من و شما نور نمک این جهان باشیم. شاید خیلی ها توی این دنیا هستن که گم شدن، که نمیدونن که کجا باید برن، فقط میدونن که یه خداوندی هست، میدونن که باید به یه خداوندی ایمان داشته باشن، ولی اون خداوندی که من امروز بهش ایمان دارم، اون خداوندی که خیلی از شما عزیزان بهش ایمان دارید،
این خداوند خداوندیه که میگه من محبت هستم، من شما رو از نو مولود کردم، متولد کردم و امروز این یک خاصه برای من شما که اون محبت رو دریافتش کنیم و به دیگران انتقالش بدیم. اینطور من و شما میتونیم نور و نمک این دنیا باشیم، نور و نمک این جهان باشیم. اینطوره که دیگران وقتی من و شما رو ببینن میبینن که یه چیزی در درون ما هست که توی این دنیا نمیتونن پیداش کنن و دنیا چشم دیدنش رو نداره. این اون محبت آگاپه خداونده، این اون کاریه که خداوند انجام داد از طریق عیسی مسیح بر روی صلیب. کاری که عیسی مسیح روی صلیب انجام داد درکش رو نمیشه توی یک جمله یا دو تا جمله گفت، ولی میدونم یکی از این کارها، یکی از این خصوصیات که عیسی مسیح روی صلیب جونش را برای من و شما داد، این محبت آگاپه خداوند رو میخواد به من و شما نشون بده. اینکه خداوند محبت است و خداوند تک تک شما را دوست داره، نه فقط کسایی که به عیسی مسیح ایمان آوردن. خداوند همونطوری که در آیه خوندیم، خداوند آفتاب خودش رو بر خوبان و بدان میتابانه، خداوند باران رحمتش رو بر همه میتابانه، نه فقط کسایی که به عیسی مسیح ایمان آوردن، بلکه همه انسانها. کسایی که به عیسی مسیح ایمان آوردن، خدا را شکر برای وجودتون. این پیام برای شماست، شما خداوند مولود شدید و خداوند میخواد که محبت آگاپه اون در قلبهای ما، در رفتار ما، در شخصیت ما شکل بگیره که من و شما بتونیم نور و نمک این جهان باشیم. خدا را شکر میکنم برای وجودتون و اجازه بدید که با یک دعا صحبت امروزمون رو به پایان برسونیم. خداوندم شکرگزار تو هستم عیسی مسیح، شکرگزار تو هستم برای این روز زیبا، برای این پیام تو، برای این کلام تو خداوندم که با قلب‌های ما صحبت میکنه. خداوندم امروز با تک تک عزیزانی که امروز اینجا هستن، خداوندم به حضور تو میام، میطلبم که خداوندم محبت آگاپه تو در زندگی‌های ما جاری بشه، در قلبمون، در افکارمون، و روح القدس از تو میطلبم که به ما قدرت و قوت بدی که ما بتونیم این محبت خداوند رو دریافتش کنیم، درکش کنیم و بتونیم از اون استفاده کنیم برای اینکه به دیگران نشون بدیم که تو خداوند یهوه کی هستی و جلالش برای تو باشه عیسی مسیح. در نام قدوس عیسی مسیح طلبیدم، آمین. هفته ای پر از برکت رو براتون آرزو میکنم و صلح، سلامتی و شادی خداوند، آرامش خداوند در زندگی های تک تکتون باشه. خدا نگهدار.